وقتی باهاش روبرو بشی آرزو میکنی که کاش میمردی و اونو نمیدیدی. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم بابادوک مسئول سال 2014 آوردم. ساخت کشور استرالیاست و نمره 98 راتن تومیتوس و 6.8 آی ام دی بی به خودش اختصاص داده. این فیلم یکی از بهترین فیلم های روانشناختی و سبک ترسناک که دنیاه. برای همینم حتما تحلیل آخرو گوش بکنی. سعی میکنم کوتاه بشه ولی خیلی چیزهای مهمی هست که باید در مورد این فیلم بفهمیم تا درست درکش بکنیم. بریم هم ببینیمش. حواستون بسپر کاملا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی به اسم امیلیا رو میبینیم که یه تصادف میکنه و صدای بچه‌ای رو میشنوه که داره اسمشو به زبون میاره. یه لحظه کابوس بیدار میشه و میبینه پسری سم کنارش رو، اونه که داره صداش میکنه. بچه میگه دوباره همون کابوس رو دیدم و مادرم میبرتش به اتاق خودش. کمدا رو میگره که هیولایی توشون نباشه و وقتی بچه خیالش راحت میشه مادر قصه میگه و کنار هم میخوابن. روز بعدی میرسه. مادر رفت اتاق خودش و خواب بیدار میشه و صدای سم رو میشنوه. میره طبقه پایین و بچه دستگاه عجیب پشتشه. به مادر میگه اینو ساختم که دفعه بعدی اگه هیولا اومد بکشمش. برام برای امتحان دکمهشو فشار میده و شیشه پنجره میشکنه و مادر عصبانی میشه. روزشون رو میگذرونن و یه جا هم بچه برای تربین شعبده بازی یه دست گل به مادر میده که اونم لبخندی میزنه. مشخص مادر یه حالت افسردگی داره و پسرم یه خورده کند ذهنه. اینم میفهمیم که پدر خانواده فوت کرده. وقتی که امیلیا میخواست زایمان بکنه داشتن میره هم بیمارستان و تصادف میکنن و همونجاست که پدر میمیره. برای همینم است که این کابوس اول فیلم میدید. امیلیا بچه‌ای میره مدرسه و بعدم میره سر کارش که یه خونه سالمندانه. اینجا یکی از همکاراش به اسم رابی هم انگار ازش خوشش میاد و چند ساعت بعد از مدرسه سم زنگ میزنن و میگن که مادر بره اونجا. اون همین کارو میکنه و میفهمه که بچه یه تیکمون با خودش آورده مدرسه. انگار بارها این اتفاق افتاده چون مدیر مدرسه میگه این رفتاراش بیش از حد چلانه، بهتره که سم از بقیه بچه ها جدا بشه یا به روایتی بچه رو بفرستیش به مدرسه کودکان استثنایی. مادر از اینکه بچه‌شو اینطوری میبینن عصبی میشه و در آخر تصمیم میگیره که سمو کلا ببره و یه مدت خودش از خونه بهش درس بده. با هم سمت خونه راه میافتن و توی سوپرمارکت سم یه دوست جدید پیدا میکنه. مادر این بچه‌م که میاد جلو، سم یهو بهش میگه بابام وقتی که داشت مامانم برد بیمارستان اونجا مرد و الان تو قبرستونه. مادرش هم که میترسه دست دخترش رو میگیره و ازشون دور میشن. امیلیا هم بیشتر به هم میریزه و با سم میرن پارک. از اینجا به بعد هم هر از گاهی فکش انگاری درد میکنه. خلاصه که توی پارک با خواهر امیلیا یعنی کلر هم آشنا میشیم. اون هم یه دختر کوچیک به اسم روبی داره که با سم هم بازیان. وقتی خواهرها حرف میزنن امیلیا در مورد تولد خواهرزادش سوال میکنه که مهمونی ساعت چنده. کلر هم میگه یکم برنامه ها عوض شدن. دخترم گفته نمیخواد با سم هم بازی باشه و بیاد مهمونی. امیلیا هم جا میخوره اما میگه مشکلی نیست و درک میکنه. همین لحظه سم میره بالای تاپ و میسته و سکانس بعد میبینیم که دارن سمت خونه میرن و تو ماشین هی جیغ و داد میکنه چون بالای تاپ افتاده. به خونه میرسن و بعد سلام کردن به همسایه‌شون میرن داخل. امیلیا متوجه میشه سگشون رفته زیر زمین و به درش داره چنگ میزنه، اما بی توجه به دلیل این کار سگو میبره بالا. شب میرسه و دوباره برای چک کردن کمد زیر تخت مادر و پسر میشینن تا قصه بخونن. این بار هم سم یه کتاب جدید کمدش میاره که تا به حال ندیدنش و میگه اینو برام بخون. اسم این کتاب بابادوکه. قصه شروع میشه و دارای عکس های برجسته است. داستانش هم در مورد یه موجود به اسم بابادوکه و نوشته که اون دوست خوب شما میشه. وقتی هم که بیاد پیشتون سه بار صدای در میشنوید و بهتون میگه بابا. خیلی داستان ترسناکی و مادر میبندتش اما سم گیر میده و اونم بقیهش رو میخونه. یه جا نوشته که وقتی بابادوک توی اتاقتون بیاد حتی یه لحظه هم نمیتونید بخوابید. اگه هم بفهمید زیر شنل و ماسک بابادوک چه چیز ترسناکیه روزی هزار بار آرزو میکنید که کاش میمردید و اونو نمیدیدید. اینجا دیگه سم حسابی وحشت زده میشه و مادر با خوندن یه کتاب دیگه سعی میکنه آرومش کنه. بعد خوابیدن بچه امیلیا رو میبینه که تو اتاق خودش داره بقیه کتاب بابادوک رو میخونه. از یه جایش به بعد همه صفحه ها سفیدن و مادرم جایی که کتاب بندازه دور بالای کمد قایمش میکنه. بعدم میشینه پای تلویزیون و وقتی چیز خوبی پیدا نمیکنه میره به اتاقش. اما خب بازم خوابش نمیاد و تو کشوی کنارش یه دستگاه ماساژور میاره تا یکم بره از اون پاهاشو. زیر پتو دستگاه روشن میشه و تو اتاق کناری سم یه لحظه خواب میپره. صدای ویبراتور رو میشنوه و به خاطر قصه فکر میکنه بابادوک اومده سراغش. میدوه تو اتاق مادر به وسط تفریحش گند میزنه. مادرم میترسه اما چیزی نمیگه و سم کنارش میخوابه. به مادر میگه هیچ وقت نمیذارم اتفاق بدی برات بیفته. و روز بعد میرسه و امیلیا میخواسته اون ببر خونه خواهرش که بره سر کار. بچه دوباره سلاحشو برداشت و با اختار مادرم میذارتش تو خونه و راه میافتن. امیلیا تاکید میکنه اونجا که رفتی اصلا از هیولا با بابادوک و این چیزا حرف نزن و بچه هم قبول میکنه. امیلیا میره سر کار و مشخصه به خاطر شرایط اخیر خیلی بیخوابی داره میکشه. همکارش رابی میگه یکم استراحت کن و من امروز جات کار میکنم.
اونم قبول میکنه. بعد خوردن یه بستنی تو ماشین میشینه و به زوجی که تو ماشین جلوییان زل میزنه، انگار حسودیش شده و خاطرات همسرش به یادش اومدن. وقتی گوشیشو نگاه میکنه میبینه خواهرش 10 بار زنگ زده اما نفهمیده. سری خودشو میرسونه اونجا، سم وسط حیاط خونه نشسته و کلر دخترشو بغل کرده. با عصبانیت به امیلیا میگه پسرت بچه‌مو زهره ترک کرد، اگه چیز مسخره به اسم بابا دوک حرف زده و حالا دخترم گریش بند نمیاد. برام داد میزنه بچه‌تو بر پیش روانپزشک، چون اصلاً آدم سالمی نیست، هیچ آدم سالمی همچین چرتیو نمیگه. سم میگه اینا چرت نیستن و بابا دوک واقعیه. امیلیو هم بچه‌رو با ناراحتی سوار ماشین میکنه و راه میافتن. سعی میکنه به سم بفهمونه کارت اشتباه بود و این چیزا واقعیت ندارن، اما بچه میگه بابا دوک واقعیه. مامان میگه اگه واقعیه چرا نمیبینمش؟ سم میگه به این سادگی نیست، بابا دوک اول دوست داره قشنگ بترسونتت بعد اجازه میده که ببینیش. امیلیا میگه ولی من اصلا نمیترسم. بچه میگه به موقعش میترسی، اون موقع که یواشکی بیاد تو اتاقت و دل رودتو بخوره. مادر بیشتر نگران میشه. به خونه میرسن و داره غذا درست میکنه، در حالی که سم هم داره جلوی عروسکا، سگش و قاب عکس پدرش رو بدبازی میکنه. یه ترقه میندازه زمین و به پدرش میگه من از ما مراقبت میکنم و نگران نباش. مادر سم رو پیدا نمیکنه. وقتی میفهمه در زیر زمین بازه، میره سمتش رو دعواش میکنه. میگه کلی چیز مهم از پدرت اونجاست و نباید اصلا بری تو زیر زمین. سم میگه من نرفتم اونجا، کار بابا دوکی، اما مادر باور نمیکنه. برمیگردن پذیرایی و همکار امیلیا رابی پشت داره. یه دسته گل برای امیلیا آورده و یه اسباب بازی هم برای سم. بچه یه رفع جیغ میکشه چون فکر میکنه مادرش روز پسر جدید پیدا کرده و میره اتاقش. امیلیا هم میره که بفهمه توی زمین چه خبر بوده و میبینه که همه لوازمش به هم ریخته است. میگذره و سر میز شام مادر غذاش خورده شیشه در میاره و متعجب میشه. سم میگه کار بادوکه. آخر شب شده و سم داره تلویزیون میبینه. مادر میره به اتاق خواب که همه لباسا پخش و پلا شدن. روی تختم عکسش کنار همسرش که روی صورت مرد خط خطی شده. دوباره میره پیش سم و دعواش میکنه که چرا این کارو کردی. بچه‌ای که خیلی عصبی میشه و فریاد میزنه به خدا من نیستم بابا دوکه. سکانس بعد مادر پشت میز نشسته. خیلی به هم ریخته و سرش هم به شدت درد میکنه. صدای بلند یه طبقه بالا میاد و با وحشت میدوه سمت اتاق سم. بچه زیر تخت قایم شده و زبونش بند اومده. امیلیا میذارتش روی تخت و بچه با یه حمله عصبی هی داد میزنه نزار بیاد تو، نزار بیاد تو. امیلیا ریه خسته شده، سری کتاب بابا دوک از بالای کمد برمی‌داره و بعد پاره کردن میره تحت سطل آشغال. بعدم کنار سم میخوابن و نصف شب با صدای خواب میپره، اما چیزی تو اتاق نیست. صبح روز بعدی امیلیا که فکر میکنه سم به خاطر تنهایی داره این رفتار رو نشون میده، با خواهرش حرف میزنه و راضی میشه که برای تولد دخترش دعوتشون کنه. امیلیا و سم هم میرن اونجا، اما بچه اصلا دوست نداره مادرش جداشه که آخر مادر با عصبانیت میگه برو پیش بقیه. اونم همین کارو انجام میده و میره به خونه درختی دختر خالش یعنی روبی. اونم میاد پیششو خیلی بچه پررویی و شروع میکنه به تحقیر سم. بهش میگه مامان نمیذاره بیام خونتون چون خیلی ترسناک خونتون رو، تو هم همش داری توهم میزنی. سم عصبی میشه و میگه بابا دوک واقعی توهم نیست، یه روز بیاد مامانتو میخوره دستاتم از تنت جدا میکنه. روبی هم تو جواب میگه اصلا بابات به خاطر همین رفتارای تو مرد که مجبور نباشه تحملت کنه. در همین حال امیلیا و خواهرش هم دارن بحث میکنن و امیلیا میگه تو منو تنها گذاشتی و ازم متنفری، اما کلر میگه من همیشه دوستت دارم اما واقعا نمیتونم رفتارهای عجیب بچه‌تو تحمل کنم. وسط بحث سم و دختر خاله‌اش پسر یه دفعه رد میده و دختر رو هل میده پایین که دماغ دختر میشکنه. امیلیا هم سری سم رو برمیداره و از جشن میرن بیرون. تو ماشین دوباره سم جیغ و داد میکنه و همش با بادوک حرف میزنه. این دفعه دیگه امیلیا کم میاره و سر بچه داد میکشه که خفه شو دیوونم کردی. یه دفعه سم به صندلی کنارش زل میزنه و ساکت میشه. بعد داد میزنه برو بیرون، برو بیرون و همونجا تشنج میکنه. امیلیا میبرتش بیمارستان. بعد اسکن گرفتن دکترها میگن مشکلی نداره، فقط استرابش خیلی زیاده و باید حتما بردش پیش روانپزشک. امیلیا هم میزنه زیر گریه و خواهش میکنه که حداقل یه مستحکم به این بچه بدن، چون هر شب داره این رفتارا رو نشون میده و امیلیا اصلا نمیتونه بخوابه. دکترها این کارو انجام میده. برمیگردن خونه و نزدیک صبح امیلیا مستحکمی که گرفته رو به سم میده که یه بار راحت بخوابه. موقع خوردن قرص بچه مادر بغل میکنه و میگه من دوست ندارم که بمیری. با خوردن قرص خیلی سریع خوابشین برو. امیلیا که میخواد یه روز استراحت کنه از اتاق خارج میشه. یهو صدای میاد و انگار یه نفر سه بار در میزنه. امیلیا در باز میکنه اما کسی اونجا نیست. دوباره همون صدا میاد و این بار که در باز میکنه کتاب بابا دوک صحیح و سالم پشت داره. اونم خیلی میترسه و توی خونه میبینه همه صفحه ها خیلی با دقت به هم چسبیدن. جالبه که انگار چند صفحه جدید هم بهش اضافه شده و خطاب به خود امیلیاست. نوشته هرچی بیشتر منو انکار کنی از قبل قوی تر میشم، چون من هر روز دارم زیر پوستتو روش میکنم. و تو صفحه آخر نقاشی از یه زن در حال خفه کردن یه سگ. سکانس بعد امیلیا رو میبینیم که به ایستگاه پلیس میره. گزارش میده که یه نفر خونم رو تحت نظر داره و کتاب‌های وحشتناک برای من و بچه‌ام میفرسته.
پلیس میگه کتاب بیار که ببینیم و امیلیا میگه قبل اومدن سوزوندمش. پلیس هم میگه نمیتونه کاری بکنه. قبل خروج امیلیا متوجه میشه که یه سری از لباسای پلیسا شبیه به نقاشی بابادوک آویزان شدن و با وحشت میره بیرون. میفهمیم سم و پیش همسایه‌شون گذاشته و این زن قبل خدافظی بهش میگه پسرت خیلی شبیه باباشه. امیلیا هم خیلی عصبانی میشه و میگه انقدر اسم همسرمو وسط نکش. حالا که سم دیگه بیدار شده دوباره مادر وقتی برای خواب نداره. سگشون هم شروع میکنه به سر و صدا و حسابی رو مخشه. از حالت چهرهش هم مشخص خیلی فشار روشه و یه دفعه متوجه تعداد زیادی سوس کف خونه میشه. دنبالشون میره و وسواسش باعث میشه کل آشپزخونه رو طی بکشه و میبینیم که اگه سوراخ کلی سوس دارن بیرون میان. همین لحظه در میزنن و مادر درو باز میکنه. دو نفر خدمات اجتماعی اومدن که حال سما بپرسن و مطمئنشن امیلیا هنوز شرایط نگهداری این بچه رو داره. از سم میپرسن حال چطوره و اونم میگه به خاطر قرصایی که مامان داده خیلی خستم و خوابم میاد. اونام فکر میکنن امیلیا بچهش مواد میده و برای همین میگن هفته بعد باید دوباره بیایم بررسی و احتمالاً میبریم دادگاه. میگذره و دوباره شب میرسه. سم پای تلویزیون خوابیده و امیلیا داره ظرف میشوره. نگاهی به پنجره میندازه و تو خونه همسایه تصویری از بابادوک میبینه. اما بار بعدی که نگاه میکنه هیچ کی اونجا نیست. سم از جاش بلند میشه و به مادر میگه میرم اتاقم که تا صبح بخوابم. امیلیا که میخواد ساعت خوابشون تنظیم شه میگه هنوز ساعت 6 عصر، یکم دیگه بیدار بمون چون من تنها میترسم. با هم وقت میگذرونن و در آخر وقتی که مادر میخواد قصه بخونه سم خستگی داروها میخوابه. امیلیا هنوز بیدار و چراغ خاموش روشن میشه. صداهایی میشنوه و سعی میکنه زود بخوابه که نترسه. صدای دیگه میاد و این بار سگشون پشت دره. چند لحظه همه چیز آرومه و دوباره یه صدا میاد. این دفعه در اتاق خود به خود باز میشه و زن از ترس میره زیر پتو. بابادوک هم میگه وای رفت زیر پتو، دیگه نمیتونم بگیرمش. و این دست که فیلم به پایان میرسه. امیلیا میره زیر پتو و حس میکنه یکی نزدیکش شده و کلمه بابادوک به زبون میاره. رو سقف اتاق این موجود وحشتناک داره حرکت میکنه و لحظه‌ای که امیلیا به سقف نگاه میکنه میپره روش. اونم با جیغی بلند میشه و بعد برداشتن سم میره طبقه پایین. تلویزیون روشن میکنه و سعی میکنه بخوابه. تصویرهای تلویزیون دائما بابادوک نشون میدن و مشخص امیلیا بیخوابی داره توهمشون رو میزنه. هوا روشن میشه و یه شب دیگه هم میگذره در حالی که بازم امیلیا نخوابیده. حالا که هوا روشنه نمیترسه و میره توی اتاقش یکم استراحت کنه. اما خب نمیتونه چون حالا سم بیدار شده و بهش میگه گشنمه. مادر عصبانی داد میزنه و میگه گم شو هرچی دلت بخواد بخور. بچه‌ها فرار میکنه و امیلیا باز خوابش نمیبره. میره که از سم معذرت بخواد اما اون گوشه اتاق نشسته و میترسه حتی مادرش دست بزنه. دیگه هم میگه گشنش نیست. امیلیا سعی میکنه توضیح بده و میگه اصلا نمیدونم چرا اون حرفو زدم. این خونه انرژی بد داره و باید از اینجا احساس کشی کنیم. در آخر هم با وعده بستنی میرن به یه کافه و امیلیا با لبخندی باز صورتش که انگار درد میکنه رو فشار میده. سمت خونه راه میافتن. تو ماشین امیلیا توهم میزنه که باز سوسکا اومدن تو و یه دفعه از آینه عقب بابادوک میبینه. فریاد میکشه و با ماشین تصادف میکنه. اما خب فقط ماشین سر امیلیا و در آخر هم به خونه میرسن. وقتی همسایه براشون دست تکون میده این بار امیلیا هیچ عکس العملی نشون نمیده و مستقیم میره خونه توی وان همون با لباساش. سم نگرانه و میگه میخوای به خاله کلر زنگ بزنم، اما امیلیا بازم چی نمیگه و فقط سم و با لباساش کنار خودش میشونه. بچه میگه مامان نگرانم تنها بذاری و مادر میگه نترس هیچ جا نمیرم. سکانس بعد میبینیم که میرم به اتاق خواب و مادر ویولونی بغل گرفته که بخوابه و سم پشت اونو بغل کرده و میگه دوست ندارم شب اینجا بمونیم. امیلیا میگه ولی من خیلی دوست دارم اینجا باشیم. سم دوباره حرف میزنه و این بار مادر فریاد میزنه خفش و خوابم میاد. میبینیم که بچه روی مبل میشینه و امیلیا انگار بالاخره میخوابه. وقتی چشماشو باز میکنه شب شده و صدای بابادوک باز میاد. سعی میره طبقه پایین و میشنوه که سم به همسایه‌شون زنگ زده که بیاد اینجا پیششون. سری تلفن ازش میگیره و با آرومی به همسایه میگه نگران نباش همه چیز خوبه و سم داشت فقط اذیتت میکرد. حالا رفتار مادر کلا مثل روانی شده و چاقویی برمی‌داره. سیم تلفن رو قطع میکنه و سم که ترسیده بهش میگه ببخشید زنگ زدم ولی میدونم بابادوک باعث شده امروز تصادف کنیم و کمک میخوایم. امیلیا چاقو رو میبره بالا و میگه بابادوک واقعی نیست، توی آدم توهمی، و شروع کنه فریاد زدن. بچه چاقو خیلی ترسیده. امیلیا سری همه در پنجره ها رو میبنده و به سم میگه اینطوری مطمئن میشیم دیگه هیچ کس نمیاد اذیتمون کنه. بعدم باز قرص مسکن براش میاره که بخوابونتش. سم میگه حالم خوب نیست و حس میکنم امروز زیاد قرص بهم دادی. اما مادر مجبورش میکنه که بازم این کارو بکنه. چند ساعتی گذشته و امیلیا هنوز بیداره. یه دفعه تصویر میبینه که انگار سم روی تخت سلاخه شده. با وحشت میره طرفش و سم که سالم و خواب پریده با ترس به سول زده. امیلیا به خودش میاد و میفهمه متوهم بوده، اما وحشتش جایی بیشتر میشه که میفهمه با چاقویی بالا سر بچه‌اش وایساده و انگار میخواسته بهش صدمه بزنه. سری چاقو رو میذاره توی کشو و با عذاب وجدان روی مبل میشینه. سعی میکنه سگش رو بغل کنه که آروم شه، اما اونم از دستش در میره. حالا برای اینکه ترس سم کمتر بشه براش بستنی میاره، اما بچه باز روی مبل خوابیده.
امیلیا تلویزیون روشن میکنه که خبری از قتل یه بچه توسط مادرش گزارش میدن. جالبه که تو پنجره این خونه امیلیا خودشو در حال لبخند زدن میبینه و شوکه میشه. همین لحظه برقای خونه قطع میشن. امیلیا پسرش رو میبینه کنارش وایساده و دنبالش راه میفته و میره به زیر زمین، جایی که اونجا انگار بچه به پدرش تبدیل شده و منتظر این زنه. همو بغل میکنن. مرد به امیلیا میگه برو هستم و بیار پیشم، اگه این کارو کنی قول میدم برگردم پیشت. امیلیا که میفهمه که جای کار میلنگه میره عقب و کم کم سرای همسرش به بابادوک تغییر میکنه. امیلیا میدوه بالا و چراغ قطع و وصل میشن. بابادوک میبینه که از زمین بیرون میاد، میدوه به طبقه بالا و در اتاقو قفل میکنه. یه دفعه کلاهی از شومینه میفته و میفهمه که بابادوک از اونجا اومده تو اتاق. چشمای امیلیا تغییر میکنن و سکانس بعد میبینیم که روی مبلی نشسته و بدنش به شکلی ترسناک میپره، جوری که انگار تسخیر شده. پسرم همراه سگ توی یکی از اتاق قایم شدن و یواشکی نگاه میکنن. یه دفعه سگ میره بیرون، جلوی امیلیا سر و صدا میکنن. زن با آرامش تلویزیون رو خاموش میکنه، بلند میشه و با سرعت میدوه دنبال سگ. تو آشپزخونه میگیرتش و صدای سگ به ناله تبدیل میشه. صدای شکستن استخونی میاد و امیلیا جنازه سگ رو میندازه زمین. حالا دستش میکنه تو دهن خودش و دندونی که انگار مدت هاست باعث درد فکش شده رو تو سکانس دردناک از جاش در میاره. یه دفعه صدای سمو میشنوه و با سرعت میدوه طرف اتاقش. اونم موفق میشه در رو روی مادر قفل کنه. امیلیا اول سعی میکنه بفهمونه که همه چیز خوبه، اما بچه گوش نمیده و یه دفعه زن مثل وحشی شروع میکنه به کوبیدن در. در آخر هم با لگد میشکندش و میاد داخل. بچه وحشت زده یه گوشه وایساده و مادر هی جیغ میزنه. کم کم صداش تغییر میکنه و در حالی که انگار رو هوا معلقه میاد سمت بچه. به حدی ترسناکه که این لحظه سم خودش رو خیس میکنه. مادر بهش میگه هر روز میگم کاش تو مرده بودی و شوهرم هنوز زنده بود. همینطوری تحقیرش میکنه و یه رفع سم میگه تو مامان من نیستی. امیلیا با صدای وحشتناکتری داد میزنه من مادرتم، و سم با استفاده از یه ترقه حواسش رو پرت میکنه. همین لحظه از اتاق در میره و امیلیا هم دنبالشه. موفق میشه سلاحی که قبلا ساخته بود و برداره و با سوزنی که توشه به دست امیلیا شلیک کنه. چند بار دیگه هم این کارو میکنه و موفق میشه از اتاق در بره و جای دیگه قایم شه. امیلیا دنبالش که یه نفر در میزنه. پشت در همسایه مهربونش نو میگه اومدم مطمئنشم حالتون خوبه. امیلیا به آرومی میگه آره خیالتون راحت، و همسایه میگه هر مشکلی بود بگید من پیشتونم. بعدم میره. امیلیا دوباره حرکت میکنه و سم از جایی که قایم شده میپره جلوش. زن میگه ببخشید، همه چیزو درست میکنم. سم یکم ترسش کم میشه تا اینکه مادر بهش میگه وقتشه باباتو ببینی. با آرومی دستش روی شونه سم میذاره و مشخصه که میخواد خفش بکنه. همین لحظه بچه لگدی بهش میزنه و میدوه سمت زیر زمین. امیلیا هم دنبالش که به تله سم گیر میکنه و میفته زمین و از حال میره. وقتی چشماشو باز میکنه سم اونو توی زیر زمین بسته. بهش میگه ببخشید ولی مجبور بودم، خودم کنارت میمونم که نترسی. صداهای وحشتناک همچنان از دهن امیلیا بیرون میان و به سم فوش میدن. سم میره جلو و میگه اب نداره، میدونم که این حرفای خودت نیست، همش کار بابادوکه. این خودت بودی که گذاشتی بابادوک بیاد تو بدنت و حالا فقط خودت میتونی بیرونش کنی. میره نزدیکتر و یه رفعه امیلیا گردنشو میگیره، اما سم به جای مقابله شروع میکنه به نوازش مادر و چند لحظه بعد اونم ولش میکنه. امیلیا جیغ میکشه، بدنش میلرزه و در آخر بلند میشه و کلی مایه سیاه دهنش بالا میاره. بعدم حال میره. سم میدوه طرفش و این بار که چشمشو باز میکنه دوباره خود امیلیاس. سم بغلش میکنه و بالاخره از زیر زمین خارج میشن. همه چیز آروم و یکم حرف میزنن چون انگار همه چیز تموم شده، اما سم میگه هیچ کس نمیتونه بابادوکو شکست بده. همین لحظه نیروی بچه به بالا میکشونه. امیلیا میره دنبالش تو اتاق خواب، موفق میشه بغلش بکنه. بچه از ترس توی بغل مادر مچاله میشه. امیلیا میذارتش روی تخت. حالا تخت که شروع میکنه به لرزیدن و همه چیز انگار داره میفته. امیلیا فریاد میزنه که چی ازمون میخوای؟ همه جا ساکت میشه. از تاریکی اتاق همسر امیلیا بیرون میاد. یه دفعه صورتش مثل اون تصرفی کردن کلا میترکه و انگار امیلیا یه بار دیگه تمام اون اتفاقو به چشم میبینه. زر میزنه زیر گریه و از تاریکی حالا بابادوک بیرون میاد. انگار پیروز شده و امیلیا فریاد میکشه تو هیچی نیستی، تو هیچی نیستی، الانم بدون اجازه توی زندگی خونه مایی. اگه یه بار دیگه این بچه‌م صدمه بزنی نابودت میکنم. نیروی سمو به سمت تاریکی میکشونه، اما امیلیا میگیرتش. بچه رو بغل میکنه و جیغ بلندی میکشه، به قدری بلند که شیشه های اتاق میشکنن و یه رفعه لباسهای بابادوک میفتن زمین و انگار ناپدید میشه. حالا امیلیا میره سمتش و هرچی سم میگه جلو نرا گوش نمیده. همین که به کلاه بابادوک دست میزنه انگار دوباره زنده میشه و با سرعت فرار میکنه و میره به زیر زمین خونه. امیلیا هم میاد در روش میبنده. سمو بغل میکنن و بالاخره همه چیز تموم شده. حالا میریم به یک سال بعد. زندگیشون درست شد و روز تولد سمه. کارمندای خدمات اجتماعی هم حالا مطمئن شدن که امیلیا میتونه بچه مراقبت کنه و دیگه ولشون کردن. تولد سم رو تا یه دارن جشن میگیرن و از توی حیاط هم یه سری کرم جمع میکنن. برمیگردن داخل و امیلیا قفل زیر زمین رو باز میکنه. به سم میگه تو همینجا بمون،
خودش با کرمهایی که جمع کرده میره پایین و اول انگار یه نیروی بزرگ به ایس آسیب میزنه. اما امیلیا میگه آروم باشه چی نیست و همه چیز دوباره آروم میشه. ظرف کرما رو میذاره زمین و بابادوک که انگار حالا توی این زیر زمین زندگی میکنه اون ظرف رو سمت خودش میکشه. امیلیا میاد بیرون و بقیه روز رو به شادی میگذرونن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. بابادوک یعنی افسردگی، یعنی تنهایی، غمی که میتونه آدمو از پا در بیاره. این فیلم هم دقیقاً همینه. هر باری که بابادوک توش صحبت میشه ما داریم یه مشکلی از افسردگی میبینیم که کم کم داره توی زندگی این زن یعنی امیلیا رخ میده. برای بررسی فیلم یه بار کل فیلمو بفهمیم که قطعاً تا الان درکش کردید، ولی یه بار کوتاه میگم ما توی این فیلم زنی داشتیم به اسم امیلیا که زمان بارداریش با همسرش میرفتن بیمارستان و تصرف میکنن، همسر جونش از دست میده و بچه به دنیا میاد. کم کم این بچه بزرگ میشه و یه خورده مشکل کنزنی داره و انقدر این زن باید زندگیشو فدای بچه بکنه که همه چیشو از دست میده، حتی اون لذت جنسی که میخواد ببره وقتی میخواد تو اتاقش این کارو بکنه همیشه بچه میاد مزاحمش میشه، همه چی داره فدای این بچه میکنه و ته دلش همیشه داره میگه که کاش تو میرفتی ولی شوهرم زنده ایمون که بهم کمک میکرد توی این زندگی. و خلاصه که همینطوری پیش میره، هی این افسردگی و این حسی که داره بیشتر میشه تا جایی که آخرش میاد بهش غلبه میکنه و حتی انگاری میخواد جون بچه‌شو بگیره تا همه چیزو تموم کنه. اما اون لحظه‌ای که بچه میاد و صورتشو نوازش میکنه با اینکه مادر قصد کشتنشو داره، میفهمه که کلا فکرش اشتباه بوده و این بچه همه زندگیشه و میاد افسردگی و کلا بالا میارتش. اما این به معنی این نیست که همه چیز تموم بشه. بچه بهش میگه دیگه سمتش نره، ولی مادر میگه کنجکاوه، میخواد ببینه چیه و میره یه خورده طرفشو بهش دست میزنه و همینم هم میشه که کلا اون زنده میشه و میره توی زیر زمین. این یعنی چی؟ یعنی اینکه کلا این مادر میاد افسردگیشو از بچه‌ای که خایه میکنه تمومش میکنه و یه گوشه ای از زیر زمین زندگی خودش نگهش میداره، یا به روایتی شروع میکنه به رفتن پیش روانشناس و کلا روانپزشک و افسردگیشو توی اون محدوده نگه میداره و هر باری که میخواد بره سراغش بچه میگه اصلا طرفش نیاد. وقتی هم که دوباره پیش بچه‌اش برمیگرده حالش خوبه و فقط داره باهاش خوش میگذرونه و داره انگاری به این مشکلاتش غلبه میکنه و حال خودش رو خوب میکنه. این توضیح کلی فیلمه. حالا ما سر تا سر فیلم داریم یه سری چیزهای خفن میبینیم که همش داره ما میگه این افسردگی، مخصوصا متنهای کتابی که میخونه. برای مثال جاش نوشته که بذار بیام تو، حرفی که مخالفش بچه داد میزد، هی فریاد میزد اینجا نذار بیاد تو، به مادرش انگاری داشت میگفت، چون میفهمید که مادر داره افسرده میشه، یا از طرفی خودش هم داشت توی زندگی افسردگی رو میگرفت ولی داشت میجنگید و میگفت این اشتباهه، نباید بذاری بیاد توی زندگیت. یه جای دیگه توی کتاب نوشته بود که وقتی صورت بابادوک رو ببینی آرزو میکنی که کاش میمردی و باهاش مواجه نمیشدی، چیزی که همه آدمای افسرده بهش فکر میکنن که جون خودشونو بگیرن، میگن کاش میمردم ولی این حس رو تجربه نمیکردم. و مهمترین قسمت کتابم اونجایی که نوشته باهات شرط میبندم هر چقدر که بابادوکو انکارش بکنی اون قوی تر میشه. این یه توصیف خیلی کامل و به نظرم خفن توی کل هالیوود و سینمای دنیا از افسردگی، اینکه هر چی بهش توجه نکنی، هر چی دنبال حل کردنش نری، نخوای حال خودتو خوب بکنی، هی از قبل قوی تر میشه و آخر جونتو میگیره. چیز دیگه که توی فیلم خیلی ما نشون داده میشه ترس بچه به از دست دادن مادرشه. اول که فیلمو به عنوان یه فیلم ترسناک نگاه می‌کنی فکر می‌کنی فقط یه ترس عادیه به خاطر پدرشه، ولی وقتی که بررسی می‌کنیش بار دوم نگاه می‌کنی می‌فهمی که کلاً همیشه داره انگاری به مادر میگه که خودتو نباز به این افسردگیه، خودتو عوض نکن، من دوست ندارم که این شخصیتی که هستی بمیره و یه آدم افسرده به جاش بیاد، برای همینه که مادرش میگه منو تنها نذار، منو ول نکن. و بازم میگم کلاً بابادوکو به عنوان یه نماد نگاهش بکنید، اینطوری می‌فهمید که وقتی مادر پای تلویزیون می‌شینه چرا همش داره بابادوکو می‌بینه. خلاصه که حرف فیلمو گفتم چیه و یه چیزی هم که خیلی مهمه و توش داره میگه که نگاه کنید به این افسردگی، اینکه شما حالتون بد باشه عیب نیست، این نیستش که بگن طرف مشکل داره افسرده است، نه، همه آدم ها مخصوصا ما ایرانی ها به خاطر حال شرایط مشکلات مالی مشکلات زندگی که داریم خیلی همون داریم با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم، برای همین حداقل کاری که از دستمون برمیاد اینه که نادیده نگیریمش. یعنی اگه حالت بده، اگه فکر می‌کنی که افکار بدی داره سراغت میاد، می‌خوای زندگیتو تموم بکنی، برو از یه دون آدم حرفه‌ای کمک بگیر، برو پیش یه روانشناس. روانشناس کسیه که شما رو بدون اینکه قضاوت بکنه میفهمه، یعنی شما میتونی از تاریک‌ترین حرفای توی سرت باهاش حرف بزنی و اون بدون اینکه بهت بگه کارت اشتباهه یا بره زدت زندان بهت کمک بکنه که درکشون بکنی، بفهمی که چرا همچین فکرایی توی سرت داره میاد و چجوری باید جلوشونو بگیری، بهت کمک میکنه که بتونی دوست پیدا کنی، تنها نباشی، انقدر حالت دپرسی و کلا غم توی خونه نداشته باشی، همش خسته نشی. روح آدم وقتی حالش بد باشه جسم کلا ناکارآمد میشه، میفته رو زمین. حتما باید به این روح رسیدگی کرد و امیدوارم که حتما این کارو انجام بدید. همین طبق معمول خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، مخصوصا مراقب حال و روحتون. لایک کامنت سابسکرایبتون نره، روزتونم گلسی.